سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان و مخاطبان عزیز کانال جمهوری ایرانی رسانه همبستگی جمهوری خواهان ایران. خوشحالم از اینکه با قسمت دیگری از سری برنامه های تحلیل روز در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. در این قسمت از برنامه تحلیل روز در خدمت سرکار خانم نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هستیم که قبول زحمت کردن همراه من هستن در این برنامه. سلام عرض می‌کنم خانم دوستدار و سپاسگزارم از حضور و همراهی شما در این برنامه. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و متشکرم که منو به برنامه‌تون دعوت کرد. بسیار سپاسگزارم. خانم دوستان، انتخابات ریاست جمهوری کمتر از 4 هفته آینده در ایران برگزار خواهد شد. آنچه در میان افکار عمومی در رسانه‌ها و فضای مجازی دیده میشه، ظاهراً مردم رغبتی برای شرکت در این انتخابات ندارن. شما به عنوان یکی از فعالین عرصه سیاسی و عرصه زنان، خواستم ببینم به نظر شما چه ریشه هایی یا در واقع چه دلایلی باعث شده تا امروز مردم امید و رغبتی برای مشارکت در انتخابات نداشته باشن؟ جنبش تحریم انتخابات یک اتفاقی نیستش که منحصر باشه به انتخابات پیش رو در جمهوری اسلامی. در دوره‌های مختلف گروه‌های مختلفی از فعال اپوزیسیون، گروه‌های مختلفی از مردم به دلایل مختلف همواره انتخابات رو تحریم می‌کردن و دعوت می‌کردن که افراد دیگر هم در انتخابات شرکت نکنن. اما اون چیزی که ما شاهد بودیم این بوده که در دوره‌های مختلف به ویژه زمان اصلاحات به بعد همواره به هر حال با سیاست‌های مختلف و با سرکار اومدن گروه‌های مختلف سیاسی و با وعده‌هایی که به مردم داده می‌شد، مردم به پای صندوق‌های رأی می‌رفتن. زمانی این وعده‌ها یک چشماندازی از تغییر و تحول و اصلاحات رو پیش روی چشم مردم قرار میداد. بعدها نگرانی هایی از روی کار اومدن گروه های تندرو و به هر حال زیر سوال رفتن اون دستاوردهای حداقلی که به نظر می اومد در دوران اصلاحات کسب شده، مردم رو دعوت میکرد به پای انتخابات. و بعد به مرور بدتر و بدتر شدن وضعیت اقتصادی و قدرت گرفتن گروه های تندروتر، اینها نگرانی های ایجاد کرد که خب به هر حال حتی تا دوره قبلی و انتخابات یعنی در واقع دوره دوم انتخاب حسن روحانی هم خب این وعده ها همچنان بر سر جای خودشون بودن یا این چشمانداز ها پیش روی مردم ترسیم می شدن و اونها شرکت می کردن. اما اتفاقی که به نظر می رسه در دوره پیش رو داره می افته چیزی که حاصل اتفاقات و رویدادهای سیاسی و اجتماعی اقتصادی در سطح ملی و بین المللی هست و مجموعه عواملی که مردم ایران رو از گروه‌های مختلف سنی، جنسی، اقشار مختلف اقتصادی به این باور و نتیجه رسونده که مسیر تغییرات مورد نظرشون از صندوق‌های رأی دیگه قابل گذشتن نیست. به تعبیری میشه گفتش که نوعی ناامیدی بر مردم حاکم شده به دلیل بی‌پشتوانه بودن و به ثمر نرسیدن وعده های پیشین رؤسای جمهوری در ایران و به ویژه ناشی از دریافتن یا اوریانتر شدن این حقیقت هست که انتخابات آزاد به اون معنا که در یک کشور یک سیستم دموکراتیک به وقوع میپیونده در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی قابل تحقق نیست. هر دوره بیش از پیش برای مردم روشن شده که اون چیزی که به عنوان نظارت استصوابی خونده میشه، امکان رقابت آزاد گروه‌های مختلف سیاسی افراد مختلف رو میگیره و اساساً ساختار سیاسی به نوعی طراحی شده که صرفاً گروه‌های خاصی و احزاب خاصی در داخل ایران امکان فعالیت دارن. و خب وقتی که در واقع یک همچین تصویری از انتخابات پیش روی مردم ترسیم شده،
به این باور میرسن که به حال نمیتونن این از این مسیر به اون تحولات مورد نظرشون برسن و خب این انتخابات رو خیلی ها خیلی از گروه های مردم انتصابات تفسیر میکنن و اون رو یک نمایش میخونن. بسیار سپاسگزارم. خانم دوستان، شما یکی از فعالین زنانی هستین که خب در طول سالهای گذشته به واسطه فعالیت هایی که داشتین رصد کردین وضعیت زنان رو در ایران. در طول سالهای گذشته خب ریاست جمهوری ها یا رئیس جمهور های آمدن که اغلب اونها در رابطه با حقوق زنان وعده هایی دادن و خب به هر حال شاید بر اساس همین وعده ها هم زنان آمدن و پای صندوق های رأی حاضر شدن و به اونها رأی دادن. آیا در طول سالهای گذشته بر اساس این وعده هایی که در رابطه با حقوق زنان دادن شما تغییر محسوسی در رابطه با وضعیت زنان در ایران مشاهده کردین یا نه؟ متاسفانه من پاسخ این سوال رو میتونم با قطعیت به شما بدم و بگم که پاسخ منفی هست، برای اینکه هرچه که ما از زمان انقلاب پیشتر اومدیم، جلوتر اومدیم، با در واقع بالاتر رفتن انتظارات و توقعات مردم و زنان و آگاه تر شدن اونها به حقوقشون، مطالبهشون هم به هر حال از دولتی که بر سر کار قرار هست بیاد تو هر دوره بیشتر شده و زنان حضور مطالبه‌گر چشمگیرتری داشتن در هر دوره. ولی به همون نسبت هم هرچه که جلوتر اومدیم این مطالبه ها کمتر پاسخ داده شده. من فقط به همین دو دوره اخیر اگر بخوام اشاره بکنم، یعنی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، اگر به خاطر داشته باشیم در هر دو دوره حسن روحانی به عنوان چهره که حالا اساسا اصلاح طلب هم شناخته نمیشه، اعتدالگرا معرفی میشه، ولی بر این باور بود و بر این مبنا در کمپین های انتخاباتی خودش رو پیش برد که سهم بزرگی از رأی خودش رو، سبد رأی رو باید از زنان بگیره. به همین دلیل خیلی در گفته‌هاش و در تبلیغاتش در هر دو دوره تاکید کرد بر مسائل زنان، مسائلی که به حال میدونست که به قشر روشنفکر و جوان زنان که اغلب هم تحصیل کرده هستند بیش از هر گروه دیگه در واقع اونها رو دنبال میکنن. توی سطح کلان سیاسی به زنان وعده حضور در دولت رو داد، در پست ها در واقع مقامات بالاتر سیاسی بهشون وعده داد، در سطح اجتماعی مسائل مثل مثلا ورود زنان به استادیوم ها مطرح شد، بسیاری از نکات ریستر مثل تغییراتی که بعد در حوزه حقوق و قوانین رخ بده اینها رو وعده داد به زنان. ولی به محض اینکه دولت روحانی بر سر کار اومد ما دیدیم که اغلب این وعده ها فراموش شدن دیگه، حتی حرفی هم ازشون به میون نیومد، در حالی که ما در دوره احمدی نژاد هم تجربه وزارت زنان رو داشتیم، در دوره حسن روحانی همین هم از بین رفت و خب دولت همواره این و حسن روحانی در رأسش همواره بیان میکرد که دلیل اینکه نمیتونم مثلا یک همچین مطالبه ای رو محقق بکنم اینه که حالا مخالفت های از بیرون از سمت مراجع و اینها میشه، ولی در این حال این توی برایندی که از کارهاش ارائه میداد همواره میگفت که تعداد زنان در مناصب بالا افزوده شده، ولی این واقعیت این هستش که ما چیز چشمگیری مطابق با انتظارات جامعه زنان ندیدیم. حتی کار به جایی در واقع رسیده که دیگه نه فقط جامعه زنان، فعالان حقوق زنان از تأمین و مطالباتشون در این دولت ناامید شده بودن، بلکه حتی زنانی که در داخل دولت با حسن روحانی همکاری میکردن هم توی مصاحبه هایی که کردن به این ناکامی و به این تحقق نیافتن حقوق زنان اشاره کردن. نمونش مصاحبه ایه که چند وقت پیش شهیندخت مولاوردی که معاون زنان و خانواده در دولت 11 بود در اندیشه پویا یک مصاحبه انجام داده بود و عملکرد 8 ساله دولت روحانی توی مصاحبه بررسی شده بود و اونجا به بسیاری از مواردی که قرار بوده در قالب لایحه‌های دولت در زمینه حقوق زنان پیگیری بشن اشاره کرده، مثلا در مورد نظام جامعه تامین اجتماعی که توش قرار بود بیمه زنان سرپرست
خانوار یا اساسا بیمه زنان خانه‌دار اینها توش تعمیم بشه، اینها به نتیجه نرسید. یا مثلا درباره آزادی زنان از جرائم غیر عمد تلاش کرده بودن اینها رو در واقع تغییراتی توی این حوزه ارائه بکنن که اینها به نتیجه نرسیده. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که به حال حوزه خشونت علیه کودکان رو پیگیری میکرد توی این معاونت به نتیجه نرسید. ما میدونیم لایحه تامین امنیت زنان به چه سرنوشتی در این دولت دوچار شد و همیشه اولویت های دیگه ای به طبق تاییدی که خانم مولاوردی هم میکنه بر دولت حاکم بود. دولت به حال در تلاش بود، به ویژه در دولت اول که در سطح بین المللی و مذاکرات برجام خودش رو تثبیت بکنه، مسائل حقوق بشری و مسائل زنان به تبع برش مهم نبوده و اون چیزهایی که همواره مطرح شده از سمت یه برخی از فعالان زنان از جمله مثلا همین خانم مولاوردی، اصلاح قانون گذرنامه یا مسائلی از این دست، همواره به حال یه نوع زیاده خواهی تعبیر شده از سوی زنان و گفتن که مثلا میخوان نظم جامعه رو از این طریق به هم بزنن و فروپاشی خانواده رو در دسترس دارن و مسائل اینچنینی. و همچنین میگم همونطور که اول صحبت با هم اشاره کردم، یکی از مهمترین مطالباتی که زنان مطرح کرده بودن این بود که خواهان این بودن که زنان در نقش وزیر در دولت حضور داشته باشن، که نه تنها تحقق پیدا نکرد بلکه تعداد مدیران کلی که به حال توی وزارتخونه های مختلف وجود دارن مثل آموزش و پرورش اینها کاسته شده و همخونی نداره و تعادل نداره نسبت به اون وعده هایی که دولت روحانی مطرح کرد و اون چیزی که عمل کرد و حتی میزان انفعالشون در مقابل فشارهای بیرونی حتی از دولت احمدی نژاد هم بیشتر بود. بسیار سپاسگزارم. خانم دوستدار، اجازه بدیم برگردیم به انتخابات پیش رو. برخی معتقد هستند که مسائل زیادی من جمله بحث حقوق زنان یک برمیگرده به مشکل ساختاری که در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داره. الان ثبت نام انتخابات تمام شده، حداقل کاندیداهای شاخص مشخص شدن که تا حدود چه کسانی هستن و تا حدودی هم امکان پیش بینی هست که چه کسانی ممکن از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنن. شما با توجه به سابقه ای که در این افراد دیدین در طول سالهای گذشته که خب به حال اینها سمت‌های اجرایی داشتن در حاکمیت، فکر میکنین آیا در نیت و شرایطی که خب به حال اینها احتمالاً ممکنه در جایگاه ریاست جمهوری داشته باشن، دورنمایی برای تحقق حتی نسبی حقوق زنان در آینده یا 4 سال پیش رو در دولت آینده میتونین متصور باشین یا نه؟ متاسفانه باید بگم پاسخم به این سوال هم منفیه، برای اینکه خب ما پیشا پیش با اینکه حالا هنوز نتایج تایید صلاحیت ها مشخص نشده، همونطور که شما گفتیم میتونیم پیش بینی بکنیم که احتمالاً چه کسانی از این تایید صلاحیت ها بیرون خواهند اومد و چه کسانی به عنوان کاندیدا معرفی خواهند شد. تو بین اینها در واقع دست بالا رو اصولگرایان دارن، گرچه که حالا اونها هم یه اختلافاتی با هم دارن، ولی دست بالا رو اینها دارن. انتظار میره که یا پیشبینی میشه که کاندیدای اصلاح طلبان اساساً تایید صلاحیت نشه. توی بین این افرادی هم که از اصولگرایان اعلام کاندیداتوری کردن، ثبت نام کردن، ما حتی در حد حرف هم اشاره مستقیم و روشنی به مسائل زنان نمیبینیم. من اتفاقا این موضوع رو از با دقت تلاش کردم دنبال بکنم ببینم که این افرادی که به حال قرار هست که در این رقابت انتصاباتی شرکت بکنن تا چه حد حالا رأی گروه های مختلف اجتماعی مثل جوانان و یا زنان براشون اهمیت داره و چقدر تاکید میکنن به این مسائل. میبینیم که خلاف به حال دوره های قبلی که حداقل در حرف این مطالبات مطرح میشد و وعده داده میشد به تحققشون، این بار مطرح هم نشده. ما به در واقع به خیلی جزئی مشاهده کردیم که حالا توی این چیزهایی که توی جلساتی که غیر رسمی توی کلاب هاوس
تشکیل شده و این کاندیداها حضور داشتن یا به حال در اظهار نظرهای دیگرشون به ندرت راجع به مسائل زنان اظهار نظر کردن، وعده ای دادن، شاید گذاشتن برای مرحله بعدی، ولی تنها یک اشارات جزئی به موضوع حجاب و مسائل از این دست شده که اون هم خب سطح اون چیزی که داره به جامعه وعده داده میشه با سطح اون چیزی که جامعه طلب میکنه و براش هزینه داده، جنبش اجتماعی راه انداخته، زندانی و بازداشتی در واقع به دنبال داشته، اصلا این قابل برابری نیست. یعنی اینها برابری نمیکنن و خب من پیش بینی که میتونم بکنم اینه که گروهی که تلاش میکنن که کرسی ریاست جمهوری رو به دست بگیرن، فارغ از نامشون اساسا دغدغه مسئله زنان رو یا مسئله اقوام رو اینها رو ندارن، متمرکز خواهند بود بیشتر بر مسائل اقتصادی و بین المللی و وضعیت جامعه هم متاسفانه اونقدر به هم ریخته شده و اونقدر بی ثبات شده از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و امنیتی که شاید مطالبات زنان حتی از نظر جامعه هم عقب رونده شده. یعنی اینقدر مردم احساس میکنن که شکننده است وضعیتشون که حتی مطرح نمیکنن. من تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم اگر بخوام مقایسه بکنم جامعه زنان و فعالان حقوق زنان رو با دوره های پیشین انتخابات قبلی، میبینم که اساسا حتی از داخل ایران هم یک کمپین یا تلاشی برای طرح مطالبات زنان اون طوری که ما مثلا در انتخابات 88 شاهدش بودیم، همگرایی تشکیل میشد، مطالبه محوری در واقع اولویت داشت، مسائل زنان لیست میشد و به کاندیداها داده میشد برای اینکه اینها رو به هر حال توی برنامه هاشون بذارن، همچین تحرکاتی هم متاسفانه توی جامعه دیده نمیشه. من فکر میکنم که دلایلش برمیگرده به همون بخش اول گفتگویی که با هم داشتیم، یعنی اینکه عموم جامعه از انتخابات و نتایجش ناامید هستن و به تبعش جامعه زنان هم به نوعی به نظر میرسه همراه هستن با این حالا کمپین های تحریم انتخابات و رای بی رای و رای نمیده همساله هم و به همین دلیل خب کاندیداها هم اصلا خودشون رو موظف و مسئول احساس نمی کنن که این مسائل رو طرح بکنن و بیارن بالا. بسیار بسیار سپاسگزارم سرکار خانم نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، از اینکه همراه بودین با من در این قسمت از برنامه تحلیل روز. منم سپاسگزاری می‌کنم، بازم متشکرم که من رو تو این برنامه دعوت کردید. متشکرم. سپاسگزارم.